le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه ویژه زیر آسمان پاریس در 77مین جشنواره سینمایی کن و اینجا برای نمایشگاه زن زندگی آزادی و در کنار عکاسی که در اینجا عکس‌هاش برای زن زندگی آزادی دیده خواهد شد، دیرتر به داخل سالن خواهیم رفت تا از کار پاتریک اون چه که انجام داده، ارتباطش با سینمای ایران، ارتباطش با فرهنگ و هنر و عکاسی آشنا بشیم. این پوستر امسال جشنواره سینمایی کن است. هر سال رخدادهای متفاوت اما با ارزش. ابتدای صبح که شب زنده‌داران و تماشاگران فیلم تا دقایق دیگر دوباره اینجا خواهند بود. اگر روزنامه‌نگار باشید، به اولین جایی که باید در شهر کن بروید اینجاست. کارت ورودی تان را دریافت کنید و فیلم‌ها را ببینید. وقتی قرار باشد 11 روز جشنواره را با نمایش بیش از 400 فیلم در دسته‌بندی‌های مختلف در 25 دقیقه وقت این برنامه گزارش کنید، کار چندان ساده نیست. جدا از قدردانی جورج لوکاس، حضور کوستا گاوراس یا مریل استریپ، فیلم فرانسیس فورد کاپولا یا موتل دستینو، هیئت داوران نوعی نگاه، هیئت داوران مسابقه و یک تهدید توخالی به وجود یک بمب، خبرهای کوتاه ابتدایی این گزارش. اما برای ما ایرانیان، سینمای ایران و موضوعات مربوط به آن در اهمیت اولیه قرار دارد. برگردیم به نمایشگاه زن زندگی آزادی، عکس‌های پاتریک موژا. Alors, c'est comme l'année passée, j'ai rencontré une avocate iranienne à New York et on a décidé ensemble de mettre à l'honneur ce fabuleux mouvement qui est Woman Life Freedom. سال گذشته یک وکیل در نیویورک را دیدم و تصمیم گرفتیم این جنبش شگفتی آور، یعنی زن زندگی آزادی را که زنان برای آزادیشان در واقع می جنگند، به نمایش عمومی تری بگذاریم. این اولین بار است که مردان جانشان را برای حمایت از زنان به میدان آوردند. امری که ما در غرب نداشته و نداریم و این را باید نشان می دادیم. پر ساده بود. می بایستی چهره استعدادهای سینمای ایران را نشان بدهیم. مسیر و حاصل کارشان قابل تحسین است. می خواستم تلاش و مشکلاتشان را در کشوری که دموکراسی را نمی شناسد نشان بدهم. Des gens qui sont extrêmement incroyables et qui sont solaires. Moi, c'est un des plus beaux boulots que j'ai fait de ma vie. باید بگویم این یکی از زیباترین کارهایی است که در زندگیم انجام دادم. نه به دلیل زیبایی شناسی، چون کار ساده بود، به دلیل دیدار این هنرمندان، روحیه و باوری زیبا تا به نهایت. Sans façon iranien, je suis vraiment honoré de vous voir. Si vous deviez raconter une آقای موژا، بدون تعارف ایرانی ملاقات با شما برای من افتخار است. اگر قرار باشد یک خاطره خوش از کارتان بگویید، چه خاطره خواهد بود؟ سریع بگویم، یک بار نه با دوربین عادی بلکه به اصطلاح دوربین مسلسلی کار میکردم. نمیدانستم عکسهایم تا چه حد مزاحم خانواده هنرمندان خواهد شد. نکته جالب برای من حضور کارگردان ایرانی با کراوات که به من میگفتند آخرین بار که هم را دیدیم با لباس زندانیان شما را دیدیم. قسمت دوم این گفتگو را در نیمه این گزارش خواهید دید. همانطور که می‌دانید، برای سینمای ایران امسال دو ایرانی، علی عباسی و محمد رسولوف، بار دیگر اعتبار سینماگران ایران شدند. فیلم کارآموز از علی عباسی و دانه انجیر معابد از محمد رسولوف که به ترتیب جدول اتفاق با توجه به کوتاهی وقت برنامه به آن می‌پردازیم. ابتدا فیلم کارآموز از علی عباسی که نگاه به زندگی دونالد ترامپ دارد، تصاویری از مراسم فرش قرمز،
سالن نمایش و کنفرانس مطبوعاتی. C'est toujours une prouesse même pour une papa. Une remarquable. Ali Abbasi, le réalisateur de The Apprentice est aussi le scénariste de The Last of Us, la série à succès. Donc pour Ali Abbasi, pourquoi en tant que réalisateur? خبرنگاری می‌پرسد شما سینماگر دانمارکی ایرانی چرا درست قبل از انتخابات امریکا چنین فیلمی را ساختید؟ ببینید وقتی لوی بونیول به اینجا می آمد از اون نمی پرسیدن که یک کارگردانی که در مکزیک زندگی می کرده اینجا چه کار می کند. مایلم همین را هم درباره علی عباسی بگوید. شاید بار دیگر در ژاپن باشم. البته که نمیخوام خود را با لوی بونیول مقایسه کنم. من نخواستم به موضوع ایران و یا فراتر بپردازم. 5-6 سالی است که خوشبینیم را مرتب از دست میدهم و نمیدانم آینده چگونه خواهد بود. ما شاید کار را ساده کرده ایم. به جهان فراتر و بیرون از خودمان نگاه نمیاندازیم. چون که جنگ هست، چون که مشکلات زیادی هست، وان وقت بگوییم به من ربطی ندارد و این درست نیست. همه چیز به همه ما مربوط می شود. والا یا توت سی گر، سی دبا پولیتیک، یا زون پولیتیک کورومپو، می سان نو کنسرن پا. سی فو، تو سلا نو کنسرن او پرمیر تیتر. اتفاق بعدی حضور محمد رسولوف و فیلم فوق‌العاده‌اش دانه انجیر معابد که فلسفه و داستان و بافت سینماییش اعجاب انگیز بود. همانقدر روان و ساده که همه ترفندها از بازیگری گرفته تا روال بیان، حتی گریز خودش از مرز ایران و استقبالی اینچنین که رکورد شکن تشویق حاضران در 77 سال در جشنواره سینمایی کن شد. خیلی متشکرم. واقعا نمیدونم در مقابل این همه محبت چی بگم. از فستیوال، از تیغی متشکرم، از همه کسایی که تو ساخت این فیلم کمک کردن و خیلی هاشون الان اجازه نداشتن اینجا باشن. رسولوف هر جا توانست و به دفعات عکس بازیگران اصلی را به دست گرفت و با عکس و سکوت برای عدم اجازه خروج از ایران اعتراض کرد. این که من چطور به این داستان رسیدم برمیگرده به تجربه سالها در روی با نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی و فشارهایی که از طرف در کنفرانس مطبوعاتی آقای رسولوف دلیل و نحوه ساختن فیلم را برای حاضران گفت و به دلیل استقبال روزنامه نگاران و شمار افزونشان فرصت برای طرح سوال تلویزیون ایران فردا ممکن نشد. مهربانی او را ببینید، برخلاف روال همیشگی که همه کارگردان ها در پشت میز کنفرانس میمانند، او محل را ترک کرد و حتی گفت من میتوانم پیش شما بیایم. طبیعی بود که بگویم وظیفه و افتخار من که به سوی شما آمده باشم. Merci à vous tous et merci à vous. Sorry, Mr. Shahid, have a question. Is it possible? A short time. من میتونم بیام خدمت شما حضور خواهش میکنم. Thank you.
آقای رسولوف متاسفانه وضعیت تایم اجازه نداد که من سوال رو مطرح کنم. شما دیروز و امروز از یک خودکاری صحبت من بگیرم که به شما اجازه دارم بگیرم براتون لطف میکنید ممنون میشم که شما سیناریو دون بر اساس اون خودکار میگوشتید. من یک ترانه رو میشناسم ملی اوپره خونده و اون معتقده که قهرمان ها یک قصه خودشون همدیگر رو نمیکشن نویسنده میکشه برای همین شکسپیر هم یک ناقصه ولی من با آشنایی بشونم با آشنایی با فیلم بتون میخوام این حرف را عوض کنم. آیا اجازه دارم بگم ایمان رو شما نکشتید جمهوری اسلامی کشتید؟ بله همینطوره. این ساختار به گونه عمل میکنه که حتی کسانی که مشکل از من شما هستند بله یعنی کسایی که الان خودشون رو سرسپرده این سیستم کردن در وحشت هم برای این که فکر کنن به هر حال این وضعی روز تموم میشه و با توسکی فردا صبح و هر صبح از ساعت 9 صبح تا 10:30 شب این اتاق خبرنگاران است که در ابتدای صبح کاملا خالی است. حرفه کشورهای شرکت کننده را که باز به دلیل وقت کم این برنامه است کنار می گذاریم. این اتومبیل هایی است که هنرمندان سینما را از هتلشان به تالار جشنواره می آورد. یکی از رانندگان حاضر شد از خاطرات خوش دیدارش با بزرگان سینما بگوید. نو nous avons toute la personnalité chez les invités pour BMW et nous avons les gens qui gagnent la compétition et tout mais aussi vous avez les stars, les influenceurs. ما میهمانان زیادی داریم که برای مؤسسه اتومبیلمان آنها را جابجا می‌کنیم. در زمینهای مختلف سینمایی در حال حاضر من اکیپ یک فیلم سینمایی را جابجا می‌کنم. یک گروه چینی بسیار مهربان صفی را که ملاحظه می‌کنید مردمان مشتاق شهر کن هستند که می‌دانند شهرداری اولین یک شنبه بعد از جشنواره برای تماشای فیلم برنده نخل طلایی بلیت رایگان برای 3 سئانس در اختیار شهروندان می‌گذارد. در اینجا اگر روز می توانید در ساحل ماسه‌ای شنا کنید شبها فیلم های با ارزش سینمایی را به طور رایگان می توانید ببینید. در گوشه دیگر علاقمندان به ستاره‌های سینما در برابر هتل محمل اقامتشان برای گرفتن چند امضا و چند عکس سلفی ساعتها منتظر میمانند. ابتکار امسال جشنواره نقاشی به اصطلاح به کوی و برزن است. نقاشی های سینمایی بر روی چند ساختمان شهر که البته فیلم برداری از همه ممکن نشد ولی از اداره جهانگردی چند عکس را در اختیار گرفتیم. و حالا بخش دوم دیدارمان با پاتریک موژن که عشق و علاقش به عکاسی و سینمای ایران باور کردنی نیست.
وقتی به محل آمدم به خودم گفتم اینجا آلبوم زندگی شماست، پس بیایید از خودتان و کارنامه کاریتان بگویید. ما ابتدا جشنواره ها رو پوشش می دهیم، مثل کن و یا ونیز و برلن. نقش من نوعی تبلیغ برای مارک و یا مؤسسه اید که از آنجا عکس می گیرم، وگرنه من عاشق عکاسیم. البته شغل دوم من عکاسی مد است. اینجا و این بار می خواستم صدای هنرمندان ایرانی باشم. رابطه شمای عکاس با سینما ایران و فراتر ایران چیست؟ اول از همه می دانیم که سینما ایران پول زیادی ندارد، اما شگفت‌آور است. فرهنگ ایران غنی است، فرهنگ ایران بی همتاست. آنها یک رابطه تنگاتنگ با تصویر دارند، به اضافه ایده ها و افکار عالی، سلیقه زیبایی شناسیشان، تصویرهایشان بی همتاست. Et ils ont un attachement très très fort au cadre, à l'image. من عکسی از شما را در یک هلیکوپتر دیدم. به خودم گفتم شما همیشه و همه جا عکاس هستید. بله، من خودم خلبان هلیکوپتر هستم، چون با این وسیله شرایط کاریم آسان‌تر می شود. آقای موجن، هر بار که عکاسی را می بینم به شکل عادت و سنت این سوال را مطرح می کنم که آیا عکاس عکس را انتخاب می کند یا عکس عکاس را؟ این یک پرسش عالی است. در واقع عکاس است که عکس را انتخاب می کند، اما کاملا غرق در عکس خودش می شود. حرکت اول از سوی عکاس است، اما واکنش و پاسخ از عکس می آید. از عکس گفتیم، به لطف شهرداری عکس همه کسانی را ببینید که حداقل یک بار به جشنواره کن آمده اند. در جمع ده ها حاضر ایرانی، هنرمند و سینماگر، خانم مینا راد را دیدم و پرسیدم دلیل حضور شما اینجا چیست؟ فستیوال و بازار بین المللی کن محلی است برای توسعه روابط کاری درباره فیلم مستند و فیلم داستانی. من در بازار و در فستیوال کن شرکت کردم که بتونم فیلم هایی که ساختم ارائه بکنم و با توضیح کننده فیلم هام تونستیم در بازار 7 تا فیلمی که ساختم به چند تا تلویزیون بین المللی اروپایی بفروشیم و فیلم ها رو برای چندین فستیوال ارائه کردیم. فیلم های من بیشتر درباره این هستن که چجوری بتونیم هویت فرهنگ ایران رو به کشورهای دیگه بشناسونیم. یکی فیلمم درباره تأثیر ژانگوش روی سینمای ایران هست که در اون نشون دادیم که ژانگوش در سالهای 1972 رفته ایران و تأثیر گذاشته روی فیلمسازان بزرگی مثل فرهاد ورهرام، مثل آقای مختاری و تأثیرش تا به امروز هم هست. حتی کیارستمی هم در ساختن فیلمهاش از آقای ژانگوش الهام گرفته بوده. در گردشگری در شهر و اطراف تالار ابتکار این جوان بازیگر را ببینید که تقاضای استخدام دارد. من اگر یک کارگردان بودم دست کم
به دلیل ابتکارش از او دعوت به همکاری می کردم. و حالا مانند هر سال محمد حقیقت که جشنواره کن را برای چند نشریه داخل ایران و از جمله در کانادا پوشش می‌دهد. در 77مین دور جشنواره کن که امروز روز به اصطلاح تقریبا آخرشه و همه فیلم‌های بخش مسابقه را دیدیم، اضافه یک سری از فیلم‌هایی که در بخش‌های مختلف بود به ویژه نوعی نگاه، بعضی از این فیلم های نوعی نگاه جاش توی مسابقه بود و بعضی اینا که توی مسابقه بود جاشو باید میدادن به نوعی نگاه یا کلن حذفش میکردن بهتر بود. امسال کیفیتش خیلی بالا نبود جشنواره کن چه مسابقه، البته درست که 4-5 تا فیلم هستن که اونها اهمیت ویژه‌ای داشتن، مثل فیلم جاکودیا که به نظر میاد که بیشترین شانس رو برای نقل طلا میبره داره. یک چیز دیگه ای که ممکنه شانس خوبی هم داشته باشه فیلم محمد رسولوف هست که امروز به نمایش در اومد، دانل انجیر مقدس که با حضور خودش هم در سالن خیلی خیلی تشویق کردن و شما حاضر بودید. این فیلم خیلی جنبه های هیجانی هم زیاد داره نسبت به بعضی فیلم های قبلیش که بیشتر اندیشه توش بود تا اینکه اینجا هیجان میافریده و حتی وسط سالن دو سه بار حداقل کف زدن در طول نمایش. اینجا شهرداری شهر کن است که در سال روز جشن پایان جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت آیین و پرچم بیرونی را تا پایان جشنواره نگه بدارد و جهانگردان را به تماشای زیبایی ساختمان و پرچم وابدارد. در پایان این عسل باقری نشانشناس که آگاهیش در مورد سینمای ایران شنونده را بی تفاوت باقی نمی گذارد. حضور سینمای ایران مثل هر سال به نظر من در جشنواره پررنگ بود. حالا در سالهای متفاوت بعضی وقتا فیلم‌های بیشتری هست یا کمتری، ولی حضور سینمای ایران به هر حال خیلی پررنگ بود. اگر از اولش بخوایم شروع بکنیم، یک فیلم کانادایی که ولی با تمام گروهش گروه ایرانی بودن که فیلم در کبک ساخته شده بود و راجع به ایرانی‌های کبک بود که بسیار فیلم جذاب خاصی بود، ادای دینی بودش به سینمای ایران و سینمای کیارستمی و واقعاً مثل یک جواهر کوچولو به نظر من در قسمت 15 روز کارگردان‌ها این فیلم درخشید. بعد از اون میتونیم مسلماً به فیلم علی عباسی اشاره بکنیم که با اینکه فیلم ایرانی محسوب نمیشه ولی کارگردانش ایرانی تباره، تا 22 سالگی در ایران بزرگ شده و الان در سینمای دیاسپورا داره فیلم می‌سازه و فیلمی که راجع به جوانی ترامپ و اینکه چطور ترامپ شد این فیلمی بود که او در واقع سعی کرده بود بسازه و بسیار خوش ساخت بود، یک فیلم هالیوودی کامل بود به نظر من. البته علی عباسی میتونست جلوتر بره در، چون علی عباسی سینماگری هستش که علاقه داره یک مقداری سانسورها رو هی بشکنه و سینمای آمریکا هم ما میدونیم که یک سری سانسورها داره که علی عباسی سعی کرده بود اینها رو بشکنه ولی شاید نه اونقدری که در فیلم‌های گذشته‌اش این کار رو کرده بود. و بعد از اون مهمترین اتفاق مسلماً فیلم روز آخر جشنواره دانه انجیر معابد که در واقع فیلم محمد رسولوف که بیش از اندازه مورد توجه بینندگان و فستیوال و منتقدین قرار گرفت، جدای از اتفاقاتی که حول داستانهای در واقع رسولوف بیرون آمدنش مشکلاتش با سانسور هست و اینها خیلی خبرساز شده بود، مهمترین مسئله اینه که این شاید یکی از بهترین و مهم ترین فیلم های سینمای محمد رسولوف باشه و یکی از کامل ترین فیلم های محمد رسولوفه و این برای سینمای زیرزمینی ایران
هم خیلی اتفاق مهمی محسوب میشه. در سالن بزرگ لومیر مدت‌های طولانی قبل از اینکه فیلم شروع بشه برای محمد رسولوف و گروهش دست دادن و پس از اون بیش از 13-14 دقیقه. این یک رکورد خیلی بزرگ بود که برای این فیلم همه دست دادن برای محمد رسولوف. ولی به نظر میاد که این دست دادن ها نه تنها برای فیلم، بلکه برای تمام مبارزه ایرانی هایی که در طی این همه سال دارن سعی میکنن که در برابر دیکتاتوری بیستن. و این هم یک عکس و یک قدردانی کوتاه از عکاسان حرفه‌ای که پرده سینما را به یک عکس و یک یادگار تبدیل میکنند.